می توانه منشأ اثر باشه. اما نه با نگاه حزبی، نه با نگاه جریانی یا این دولت و اون دولت. حتی در دوره آقای هاشمی و دولت ایشون یه حرکتی صورت گرفت، جریان چپ توی کشور محکم مقابلش ایستاد و معتقد بود که نباید این کار صورت بگیره. وقتی جریان چپ در کشور ما اومد سر کار، خود جریان چپ این موضوع رو به نوعی تلویحا در دستور کار قرار داد با رقبای سیاسیش و البته با متن مردم مواجه شد. در مرحله قبلی هم متن مردم درش مخالفت هایی بود. با توجه به فهمی که از کلام امام داشتن، فهمی که از کلام رهبری دارن، توجه فرمودید، اصل عملهای خاص خودشون رو داشتن. اینها به ما نشون میده موضوع ایران و امریکا یه پروژه ملی است، نه یک پروژه حزبی، نه یک پروژه سیاسی. به همین دلیل هم روی کارت‌های حزبی جواب نداد. این یک دلیلش بود. دلیل دوم این بود که ما اون ور خط رو نمیدونستیم تو امریکا چه خبره. الان هم شاید نمیدونیم. یعنی من گمان میکنم اگر اون ور قصه رو ما ندانیم، حتی بیان ما به مذاکره هم ما رو به جایی نمیرسونه. این شرایطی است که ما باهاش مواجه هستیم. بنابراین اجازه بدید که روس و چین و ارشد اون کالاهای فلانی که شما اسپردید احتمالاً آمارش دارید و اینا را اینا همه در یک وقت مناسب خودش بپردازید. این بحث مهمه. خب شما الان آقای متکی 7 دقیقه صحبت کردن، شما الان 10 دقیقه وقت دارید. متوجه اون تایمی که داشتیم، فقط این که من جنبندی آقای متکی بگم که میگن که مذاکره از موضع برابر. اگه با روسیه، حالا بگید اگه من اشتباه فهمیدم درست اصلاح بکنید، میگین شما با روسیه و چین میشینیم در موضع برابر گفتگو میکنه، ولی چه موضع برابری با آمریکا وجود نداره. و الان هم که میبینید حرف از مذاکره میزنن، خیلی میکنم با خونه آخر رسیدیم، فشارهاشون نتیجه داره و دارن چراغ سبز نشون میده. نه اصلا من بالاتر از فرمایشات آقای متکی عرض بکنم، نه تنها از موضع برابر، بلکه حتی بدون هیچ پیش شرط. گاهی اینا میان بحثایی میگن آقا این کار رو بکنین، این کار رو بکنین تا ما بیایم با شما مذاکره ای داشته باشیم. و حتما باید به عنوان دو واحد سیاسی مستقل به صورت برابر باشه، پیش شرطی نباشه. و بعد هم معتقد هستم که حتما مذاکره باید به شکل برد برد باشه. یعنی ما اگر احساس بکنیم در مذاکره فقط باید منفعت گیرمون بیاد، طرف احساس خسران بکنه، باز میره علیه ما توطئه میکنه. یعنی باید یه جوری باشه که باخت باخت که بدترین نوع مذاکره است که گاهی ما گرفتارش هستیم در این مذاکرات 5+1. اینجا بریم موسکو، اونجا بریم بغداد، اونجا بریم استانبول، اونجا بریم ژنو فلان، بعد هم میبینیم آخر باز مذاکره میکنیم تا کی باز مذاکره بکنیم، مذاکره میکنیم تا دفعه بعد چجوری بیایم بشینیم این که فایده نداره. واقعا باید خروجی داشته باشه این بحثا. من عرضم اینه بدون پیش شرط باشه، بر اساس برد برد باشه، به صورت برابر باشه، حتی شفاف. من معتقدم این که فرمایش ایشون داشتن گاهی چپ ها هر شاید مخالفت کردن، من به نظر من اگر واقعا کسی منافع ملی داشته باشه، به خاطر یه دستمال که قیصریه رو نباید به آتیش بکشه. یعنی من معتقدم اگر واقعا در یه شرایط مناسبی همین آقای احمدی نژاد هم بره مذاکره بکنه، البته عرض کردم بعد از تصمیماتی که توی مجرای قانون باشه، هیچ اشکالی نداره. حالا چون آقای احمدی نژاد بنده منتقدشم، نباید این کارو بکنم. نه، من معتقدم این درست نیست. واقعا منافع ملی اصلی برای ما. من این نکته رو عرض بکنم که ببینید واقعا نگاه های جوری هست که یا میگن تنش زدایی یا مقابله. من معتقدم این دوتا رو باید واقعا فکری کرد، برایش علاج کرد. یعنی ما میتونیم تنش زدایی بکنیم، در این حال هم بریم به سمتی که این همه علیه ما فشار نباشه و قطعنامه نخوریم. یه واقعیته. ببینید بعضی ها میگن آقا اگر ما بخوایم مسیر انرژی هسته‌ای رو طی بکنیم، لابد دمن این قطعنامه ها. خب من میگم اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. اگر ما فرض بفرمایید دیپلماسی قوی داشته باشیم، من یه مثالی که همین پریشب اتفاق افتاد، ببینید مجمع عمومی سازمان ملل اومد و عرشبت که تحریم هایی که علیه کوبا امریکایی ها و اسرائیلی ها و همه اینا پیشنهاد دادن رد کرد. به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟ من یه بار سوال کردم از آقای متکی توی مجلس، عنوانش این بود کجا رفتن اون زنبیل به دستان،
چون آقای احمدی‌نژاد یه بار سفر، اون سفر آله نور نه، اون سفر بعدی که رفته بودن مطرح کردن که آقا ما وقتی رفتیم مثل این که همه میان زنبیل میذارن، زنبیل گذاشته بودن با من ملاقات کنن. یکی دو هفته بعد دیدیم که ما کاندیدا بودیم برای عضویت غیر دائم شورای امنیت، ژاپن هم کاندیدا بود، یعنی از کشور آسیای دو کشور میخواستن، دو تا کشور کاندیدا بودن، ما رقابت داشتیم. بعد دیدیم ما 32 تا رأی آوردیم، ژاپن 162 تا رأی آورد، که ما سوالمون تو کمیسیون سوسن علنی از ایشون این بود آقا یا شما نباید کاندیدا میشدید، یا اگه کاندیدا میشدید میباید تلاش میکردید که به اندازه کافی رأی بیارید، و واقعیتیه شما باید ارزیابی بکنید از عرصه، از صحنه، از واقعیت بین المللی. من میخوام بگم که ما دیپلماسیمون واقعا با تقویت بشه. من مثالای جدیدتر بزنم که حالا دوره ایشون هم نباشه، ما حتی بعد از این بیداری اسلامی که در کشورهای به اصطلاح شمال افریقا و خاورمیانه اینا داشتیم، خب میبینیم مثلا مصر بدون مبارک، لیبیه بدون قذافی، یمن بدون عبدالله صالح، تونس بدون بن علی، اینا رو که عرض میکنه، همه اینا تو بحث عربستان که علکی اومد اتهام زد که میخواستید سفیر ما را ترور بکنید و بحث تروریست، همه اینا علیه ما رای دادن. خب چرا؟ ما اینجا برای سوریه جلسه میذاریم، ونزوئلا هم شرکت میکنه. ما میبینیم اروپایی ها هنوز مخالفین بشار اسد رو به رسمیت نمیشناسن، اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بس میان مخالفین و معارضینشون رو به... من میخوام بگم ما دیپلماسیمون اگر واقعا تقویت بکنیم، لازم نیست آقای متکی که ما دست نوشته بدیم به امریکا که امریکا بیا مذاکره بکنیم. عملا عرصه رو باید درست بکنیم، جاده رو باید به یه شکلی ارشاد شوسه اسفالت شده با حفظ منافع ملی، با عزت، با مصلحت، با حکمت. هیچ کسی نباید واقعا بیاد بگه که ما میخواییم مثلا مرعوب اونا باشیم، مجذوب اونا باشیم، هرچی اونا میگن گوش بدیم. نه، من میخوام بگم بر اساس منافع ملی ما واقعا باید بریم. نه قانون اساسی ما مونه، نه رهبری ما به فرمایشی که الان ایشون هم مطرح کردن گفتن در شرایطی که مناسب باشه. من میخوام بگم کارهای کارشناسی از قبل باید این بحثا زمینه ها توی عرصه دیپلماسی، تو عرصه بین المللی فعالیت بشه، واقعا ما یه مقدار بیشتر به جنبیم. من واقعا نمیخوام جسارت بکنم به مدیران وزارت خارجه، مدیران شاید واقعا شبانه روز هم دارن فعالیت میکنن، اما بدنه کارشناسی به هر دلیلی خیلی فعال نیست و واقعا مشکلاتی ما داریم. ما اتفاقا جالب، چین، هندوستان به اون همه جمعیت هاشون شاید یک چهارم دیپلمات های ما رو دارن، یعنی از لحاظ تعداد ما بیشترین دیپلمات هم داریم، بیشترین ارشد نیرو هم داریم، ولی عملا یه حالت لخته شده ای است که ما نمیتونیم انگار ارشد که واقعا تو عرصه دیپلماسی بیشتر از اینا فعالیت کنیم. من واقعا معتقدم با همه احترامی که برای آقای صالحی که الان هست یا جناب آقای متکی که قبلا بودن، یه مقدار ما باید برای تقویت دیپلماسی فعالیت بکنیم، اون وقت اصلا خود به خود مسائل حل میشه. اصلا نیازی نیست که ایشون بگه که آقا ما شرایط. من اتفاقا یه روزی کیهان یه کاریکاتور رو اسپوزده برای از روزنامه از ما کشید، در زمانی که خانم مادلین آلبرایت اومده بود گفته بود که یه جوری مثلا اسخایی میخواست بکنی از حادثه 28 مرداد و کودتای علیه مرحوم دکتر مصدق. اونجا ما گفتیم که خب اگر واقعا بررسی بشه منافع ملی هست، این الان شرایط بعدی نیست در اون زمان. و یکی از دانشجو توی دانشگاهی بود ارشاد که تو هم بوجنور بود، برگشت گفت که آقا میدونی چی میگی؟ گفتم بله من متوجهم. گفت آخه اگر ما بریم شروع کنیم دیگه شعار مرگ بر آمریکا نباید سر بدیم. حتی مدرم میگن ما نمازم میخونیم بعدش میگیم که فکر میکرد جزء واجبات نمازه. گفتم آقا ما عرشبت که مرگ بر شوروی رو گذاشتیم کنار، بعدا به مساله ای اگر واقعا شرایطی باشه، اگر شرایطی باشه. بعد اون دوستان ما تو روزنامه گفتن فلانی گفته دیگر شعار مرگ بر آمریکا نباید سر بدی، در حالی که من گفته اگه شرایطی باشه. حالا من میخوام بگم موقعیت هایی هم گاهی پیش میاد، اینجوری نیست که واقعا ارشد ما فقط بخوایم پیشتاز این بحث باشیم. اگر ما در جهت تعامل بهتری واقعا عمل کنیم، من عرضم این است که واقعا بعضی از اقدامات زیگزاگی، بعضی از برخوردها، بعضی از صحبت ها
خب این چه صحبته که ما بیم بگیم آقا شما این قطعنامه صادر کنید تا قطعنامتون میتون مثلا الله یا پر بشه یا پاره بشه هرچی. خب این حرفا بالاخره تاثیر میذاره اونور ماجرا، هم بالاخره یه جوری افراطیونی ممکنه از اونور هم باشن، حتی تو کشورهای عربی اینا اصلا نمیخوان، شما خودتون واردید، اگر واقعا جدی بشه کشورهای عربی هم دوست ندارن همچین رابطه ای باشه، روسیه هم دوست نداره، اسرائیلی هم دوست ندارن. خیلی از مسائل واقعا ممکنه باشه که ما با دیپلماسی باید مثلا اونو پیش ببریم. در حال بنده معتقد هستم که ما میتوانیم در یه شرایطی کار کارشناسی و تقویت دیپلماسی زمینه سازی بکنیم بدون اینکه ذره ای از مواضع خودمون کوتاه بیاییم. همین سوال رو داشتم از شما، آیا در مورد این ضعف دیپلماسی که شما صحبت میکنید آیا طرح مشخصی هم توی زمینه خودتون دارید؟ عرض بنده همین است که ما واقعا نرشود که مثلا من شاید یک بار خدمت بازجنوب و متکی گفتم که خب چه اشکالی داره که ما واقعا با بعضی از اساتید دانشگاه و اساتید روابط بین الملل مرتب جلسه بگذاریم؟ واقعا چند تا جلسه گذاشتیم با کارشناسای خبره، اونایی که هم تعهدشون برای ما محرزه و هم عرشبه تخصصشون، چون بعضی ها میگن آقا ما بریم، بعضی از اینا تخصص دارن ولی تعهد ندارن، یا آدم های متعهده ما نه داریم، آدم هایی که واقعا تو دانشگاه ما بعد از 30 چند سال الحمدلله خیلی از اساتید خبره متعهد کارشناس و متخصص داریم، واقعا باید بشینیم مرحله به مرحله بحث بکنیم و مسئله رو پیش ببریم. اینجوری نیست که ما بگیم آقا مثلا تمام راه به روی ما بسته است. من یک جلسه بود که توی گیلان خدمت آقا متکی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر، من واقعا اونجا این مسئله رو مطرح کردم که حالا بعضیا میگن 11% شده، بعضیا میگن باید 20%، چی حالا اون بحثا رو نمیخوام مطرح کنم، اما واقعا ما در بدترین شرایط هستیم که حتی در طول ارشاد این دولتی که میتونستیم یا قبلش حتی میتونستیم یه رژیم حقوقی تعریف شده با روسیه داشته باشیم نتونستیم. به نظر من باز کارشکنیایی است که امریکایی‌ها تو این مسئله دارن. ما با کشورهای همسایه نمیتونیم رابطه داشته باشیم، کارشکنیایی هست که اونا دارن علیه ما توطئه میکنن. حتی مثلا بغل گوش ما تو آذربایجان میان علیه ما توطئه میکنن. توی همین بحثی که ترکیه واقعا ما خب چقدر ایشون میگه ما بیانیه تهران تعریف میکنه، واقعا خب اردوغان الان کجای قصه است؟ خب چه کار کردیم واقعا در شود که این روابط با اردوغان رو ما با این شکل که واقعا من نمیدونم حتی تو همین موزه حمله به غزه هم اردوغان میخواد چه واقعا واکنشی از خودش نشون بده، چون مهمه که واقعا اینا این ادعایی که داشتن. حالا در هر حال من اعتقادم این است که ما در بدترین شرایط روابط چه با همسایگان چه با عرشبت که کشورهای مختلف هستیم و این راه داره، اول ما باید این مسائل رو یه مقدار هموار بکنیم. من واقعا اگر بگم که حتی مثلا فرض بفرمایید اخیراً خب اینا اومدن امریکایی‌ها منافقین را از لیست تروریست‌ها خارج کردن، خب با این بدترین دشمنیه با ما، قبلش هم اروپایی‌ها این کار کرده بودن. خب ما در زمان آقای خاتمی برعکس شد، یعنی برای عرشبت که ایشون یادشون هست که منافقین رسما اومدن عرشبت که جزء تروریست ها محسوب شدن. من مدافع بالاخره دولت قبلی نیستم، اما من معتقدم که اگر بعضیا بیان ایراد بگیرن که آقا مثلا در دولت های پیشین ما سر موازمون محکم نایستادیم که جای بحث داره، بحث جدی داره، من میخوام بگم این نیست که یا باید حتما قطعنامه داشته باشیم یا نمیتونیم تنش دوزایی داشته باشیم. من میخوام بگم این دوتا قابل جمع، هم اون استکبار ستیزی که امام به ما یادمون داد باید پیگیری بکنیم، هم حتما میتونیم با کار دیپلماسی جلوی قطعنامه رو بگیریم. خیلی متشکرم آقای متکی، ما در خدمت شما هستیم با دو تا سوال. یکی این که این چیزی که آقای کواکی میگن که آیا میگن یا تنش زدایی یا مقاومت اصلا قابل در واقع چیز نیست، من میگم یک روش بینابین، آیا این شدنی است؟ یه چیز دیگه هم مطرح کردن که خیلی از مشکلات ما با ارتباط با آمریکا حل میشه، آیا واقعا این است؟ و سوال آخر، من به این نو نگفتم، گفتم دغدغه‌ای داریم همواره برای خودمون، خب، که ما بازش اینه، بله اصلاح شد تسهیل، بله بله. خب یکی هم آخرین چیزی که من خودم سوال داشتم این که شما اشاره کردید که این در واقع پالیسی‌های مثبت و جدید آمریکایی‌ها
چه هست؟ آیا واقعا به معنی این تصور چیدن میوه اعمال تحریم های شدید هست؟ یعنی اونها خیال میکنن واقعا ما به خانه آخر رسیدیم و این پالس های مثبت رو میدن؟ ارشاد که من فکر کنم ذکر این نکته مناسب باشه که اخلاقا کسانی رو که نیستن ما نام نبریم، یا نمایندهشون یا کسی از اونها نیست نام نبریم، حد اکثر سیاست ها رو میتونیم بپردازیم، نقد کنیم، جلسه بحث و نقده، ولی این نکات رو به نظر من باید رعایت بکنیم. نکته دوم، عرض که در بحث هسته ای ببینید، ما دو تا روی کرد نسبت به مسئله هسته ای داشتیم. یکی از روی کردها وقتی جواب نداد که مبتنی بود بر همراهی، بر همکاری، بر پذیرش شرایط طرف، بر تعلیق بیش از دو سال، در خود دولت آقای خاتمی این روی کرد تغییر کرد. یعنی موقعی که آخرین پکیج رو غربی ها، اون موقع ایوتری بود، سه تا کشور بودن، وقتی دادن به طرف ایرانی در مرداد ماه 84، موقعی که رئیس جمهور جدید انتخاب شده اما دولتش تشکیل نشده و رئیس جمهور قبلی هم هنوز سر کار، دو ماه دیگه مونده، خب اونجا نظام مستدل تغییر روی کرد داد، یک سوزنبانی جدید در بحث هسته‌ای ایجاد شد. آیا مثلا که از خواهی میکنم برای اینکه با زمان جدا شده نه تقریبا ما 4 دقیقه 5 دقیقه وقت رو میکنم اینجا. در این روی کرد جدید ما معتقدیم ما رسیدیم به هدفمون و الان ما غنی‌سازی 3.5%، 20% اینا رو بهش رسیدیم. مناسب ترین وقته برای اینکه یک دیپلماسی ابتکاری رو جلو ببریم. من نمیتونم بیشتر باز کنم به خاطر وقت و اینها. بنابراین روی کرد در دولت نهم در بحث هسته‌ای برآمده از واقعیت‌های میدانی بود. نکته دیگه، آقای کواکبیان نگفتند بالاخره در طرف امریکایی چه خبره، تحلیل ایشون از شرایط اونور چیه، آیا صرفاً به یک سوی قصه تأکید کردن که برید مذاکره بکنید، با کی، تو چه زمینی، تو چه شرایطی؟ ما اینها رو در یک چنین نشستی باید بشکافیم. هیچ اشاره‌ای به اون سوی قصه نگفتن، نکردن. متقابلا آخرین جمله هم که گفتن در مورد همین منافقین بوده و نمونه های از این دست فراوون که امریکایی ها انجام دادن. گفت بالاخره به راه نزدیکت، به جیب پرپولت، به لب خندونت، باید زمینه ها وجود داشته باشه، طرفینی هم باید باشه. نکته دیگری که من اشاره کنم تا به سوال شما برسم، در قصه بوشهر، خب ایشون در سوال کمیسیون میگفتن روس‌ها سوخت رو نمیدن و منم حرفم این بود که این سوخت رو ما از روس‌ها خواهیم گرفت و بالاخره گرفتیم سوخت رو از روسیه. در قصه عضویت ما در شورای امنیت هم، عضو غیر دائم، من براشون گفتم که کشوری مثل هند میاد میدون در یک رقابت 42 تا رأی میاره. در جاهای ما مبناً توی میدون باید باشیم، ضمن اینکه رقیب قبلی ما ژاپن نبود، یکی دیگه بود، بعد او عقب نشینی کرد و ما و ژاپن با هم دیگه در واقع به نوعی افتادیم و اینها توی دیپلماسی. آخرین نکته توی این بحث بسیار مهم، خدمت دوست عزیز ما کواکبیان عرض میکنم که ما در مقوله دیپلماسی تدبیر به اضافه مقاومت، شما اگر مقاومت نداشته باشید، اگر طرف احساس کنه شما شکننده شدید و میشکنید و مقاومت ندارید، حساب روی شما نمیکنه. مذاکره در زمانی که شرایطش هم فراهم شد، طرف باید بدونه که شما یک در منطق و تدبیر، دو در ایستادگی ظرفیت های کامل و لازم رو داریم. به همین جهت ما از این مرحله عبور خواهیم کرد. این خانه آخری که برای اوباما توهم ایجاد کرده، ما به همت این مردم و البته با تدبیرهای درست، ما حق اشتباه در این شرایط رو نداریم، ما حق آزمون خطا در این شرایط رو نداریم، به ویژه در حوزه اقتصادی ما از این مرحله به خواست خدا عبور خواهیم کرد. توی شرایط مناسب اگر آقای کواکبیان بعدن شواهدی را آوردن
که بر اساس این شواهد ما در طرف مقابل تغییر به معنای عملیش رو مشاهده کردیم بهش میتوانیم ارشد بپردازیم. خیلی محبت کردیم از بزرگوار، خیلی ممنون. نظرسنجیمونم انشالله ببینیم روی LCD که خدابازی بکنیم. میتونیم روی LCD نظرسنجی ببینیم؟ بله بله. گزینه من از اونجا نمیبینم، اگر LCD میدادم میدادم میپرسن. گزینه یک، آها، تلاش برای خروج آمریکا از بحران‌های منطقه‌ای 63% بیشترین رأی رو آورد. خب بانوی نور، فاطمه جان، شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن تو بود، و شرمنده تر از آن این که تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم. بارالا حسینی آمریکا. التماس دعا، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بیا دل به دریا بزن، شک نکن.